چطوری اومدی امریکا؟ اون موقع که من ایران بودم نه اینکه فقط آهنگای خارجی میخوندم بعد کمپانی سی بی اس اونجا یه برانچ باز کرده بود که وقتی اینا دیدن یه پسر ایرانی پیدا کردن که خارجی میخونه واسه شون جالب بود، اومدن دیدن من توی کلاب آمریکایی‌ها 50,000 تا آمریکایی اونجا بودن، ویکندا میرفتم کلاب آمریکایی‌ها، ارکستر آمریکایی داشتم، همه بچه آمریکایی بودن، گیتاریست بیسیست، آره. فقط من ایرانی بودم، منم میخوندم. اینا خوششون اومد، گفتن ما سرمایه میذاریم، راد استیوارت ایران رو پیدا کردیم، میخواییم ببریم آمریکا. جدر؟ آره، رفتیم استودیو ضبط کردیم و چند تا آهنگ ضبط کردیم، انقلاب شد، همه فرار کردن. آها. آره، یعنی ممکنه مثلا اگر انقلاب نمیشد، مثلا با سی بی اس میومدم آمریکا با آهنگای خارجی و ممکنه یه جوری دیگه بود، یه نوع دیگه بود سرنوشت من. کار خدا اینطوریه دیگه، واسه خودش یه راهی واسه درست میکنه. بعد آره، این اول کار من اومدید امریکا. اومدم آمریکا. بعد برای من یه تعریفی کردی که قبلا که تو ایران بودی، قبل از اینکه مشهور بشی، اصلا تو انقدر کارت عالی بود که تو بیشتر برنامه هایی که مهمون های خارجی برای مثلا شاه می اومدن تو ایران و ناد، شما رو دعوت میکنن که براشون برنامه اجرا کنی. اینو برام تعریف کردی. بله، تا شما اونا بگویی که مقدار درست خیلی مهمه. آخه مهمون های شاه به آهنگ های اروپایی خیلی واردتر بودن. بله، و چون به آهنگای اروپایی واردتر بودن، به خواننده هایی که میتونستن انگلیسی و خارجی بخونن به اونا بیشتر اهمیت میدادن. درسته، یعنی تو مهمونا چه دعوت میکردن. درسته، برای همین اندر دعوت میکردن براشون بخونه. آره، خب من یک شانس دیگه هم که داشتم این بود که یک ساکسفونیست ایتالیایی تو ایران زندگی میکرد به اسم پپینو نگری. آها. پپینو نگری تمام کارهای دربار رو میدادن به اون. وقتی مثلا حتی وقتی جیمی کارتر اومد ایران، توی شرایتون هتل یک فضای آزاد داشتن به اسم کسکید، خیلی معروف بود، اما مانتوراژش اومد اونجا، ما براشون خوندیم. باریکلا. یا مثلا ملک حسین میومد جزیره کیش، مهمونی میدادن، ما میرفتیم میخوندیم. پپینو ماندولین میزد و آهنگای ایتالیایی میخوند، منم مثل بچهش بودم چون سنش بالاتر بود و من انگلیسی میخوندم، گیتار میزدم. خب برای همین خونم آشنایی داشتن بود. بله، و خب هر وقت مهمونای خارجی داشتن به خاطر اینکه میخواستن موزیک خارجی گوش کنن اونجا، ارکست ما رو میبردن. و اون موقع تو به اصطلاح یک سمبل موسیقی خارجی پسندی بودی که خیلی هم جوان بودی و خیلی مورد توجه بودی. برای همین هنوز مردم هم نمیدونستن. برای همین هم وقتی فرخزاد کار منو دید و دعوت کرد رفتم تو برنامه تلویزیونیش که خیلی پاپیولار بود، آره، دو سه تا آهنگ ضبط کردیم و اینا، این آهنگا رو منو پخش نکردن. به فرخزاد گفته بودن این پسر ایرانی خارجی میخونه، بچه ها ازش یاد میگیرن، همه میره خارجی میخونن. ولی امیدوارم یه روزی پیدا بشه این فوتجا، برای این که فرخزاد اندی جون الانم خیلی ها میخوان خارجی بخونن. یه چیز خوبی در ایران میگن، من برای همینه ادبیات ایران که هیچی سرم نمیشه خیلی دوست دارم. مرغی که انجیر میخوره نوکش یه لوک دیگه است. شما الان همه اندی نمیشن. بله، در خواب خیلی ها میشن، خیلی ها دو. یک نفر میاد که میدونید اونم از بچگی در تو بوده عزیزم، یه چیزی نیست که حالا بزرگ شده، اونجا روش کرده، از تو خونه از روش کرده، حالا اومدی بیرون داری نشون میدی. بله، هر کسی نمیتونه بشه. تو تلویزیون هم ما ببینیم، تو هنرپیشه ها ما میبینیم. درسته، درسته. یه که هنرپیشه هست که همه دوستش دارن، همه قبولش دارن. بله، بله، هنرپیشه هم هست که هر کاری میکنه جلو نمیاد، قبولش ندارن. این خواننده مخصوصا در خوانندگی که هنره، در موزیک هنره، مثل نقاشی. بله، وقتی که مردم دوست دارن، مگر اینکه یکی بیاد صدا تو تقلید کنه. حسلا
کی بود آدای خواننده رو میگن اینجا؟ آره چیزم میگه، حافظم میگه نه هر که سر به تراشد سکندری داند، نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند. درست. آره هزار نقطه باریک تر زمون اینجا. نه هر که سر به تراشد در ایران معروف نی. در چیز ارمنستان. درست. خیلی بیشتر از ایران معروفه در ارمنستان. آره. خیلی بیشتر. آره به اونجا هم میرسیم، به اون سوالات هم میرسیم. خب حالا حرفای آقای دکتر خیلی صحیح هستند. علاقه این کار یه طرف، ولی آدم باید با یه استعدادی به دنیا بیاد، بعد اون استعداد رو به وسیله معلم‌های خوب و مدرسه خوب پیدا میکنه. خودش پیدا میکنه. پیدا میکنه. خودش میره اینقدر میگرده چون عشقته، میره اینقدر پیدا میکنی و تو سیستم خودتو داری. الان خیلی خواننده هستن که من میشناسم ایشون، همه میرن بیری تو خونشون به موبایل دارن گوش میدن. یارو میخونه، من میدونم که این تمام به صدای موبایل گوش میدن، ولی انی مال خودشو داره. تو هم الان خیلی بهتر شدی، صدا موبایل تیگه که خود دارم دو دو میگه دیگه که یعنی ما هیچی نبودی. من میره اصلا دوست نداشتم به جان تو. میگوتم این چرا میخونه؟ الانه که دارم گوش میدم ببینم استعدادی درش هست. بله. که بالاخره یاد گرفته داره نشون میده و خوب انجام میده و خوبم داره انجام میده. خوشم میاد بهش. گفتم دیروز، گفتم الانه من صدای تو رو کیف میکنم. اندی هم همینطوره. اندی تقلید هیچ کس رو نکرده، تقلید اندی رو کرده. ولی هستن که شب و روز به خواننده های دیگه گوش میدن که وقت که میخونن من میدونم کیا هستن دیگه. از خوندنش میفهمم تقلید کی رو دارن. البته مرتضی جان، اون سالهای اولی که اومدم اینجا هر چی کار میکردم خرج معلم میکردم. او به نظر من سالهای اول شروع هر کاری باید استادهای بزرگ رو پیدا کنی و بهترین ها رو یاد بگیری، برای اینکه بعداً تنبل میشی دیگه، یاد نمیگیری. اون سالهای اول شب مثلا $30 کار میکردم، شبی $30 میگرفتم تو این کلاب. $1 خرج غذام بود، بیشتر از $1 نمیتونستم غذا بخرم، برای اینکه برای کرای خونه و معلمان کم میمد. نه فکر کفش بودم، نه فکر لباس خریدن بودم، ولی نه فکر دختر بازی بودی، اون فرامون. ولی بهترین معلم های لس آنجلس رو پیدا کردم. معلم بیس گیتار، معلم گیتار، معلم کامپوزیشن. صبح دانشگاه می رفتم، بعد از اون معلم های خصوصی می گرفتم. یه علاقه خاصی تو من بود که باید هر چی زودتر این نالج و این دانش رو جمع بکنم. اون خیلی سرنوشت ساز بود برای من. بله. چقدر خوب بود که همه اونا رو به نهایت درجه عالی تو یاد گرفتی. مرسی. و اینا رو به کار بردی. یعنی برای من خب یه ایرونی، حالا هنرمند چیه، وجود تو برام با افتخارآمیزه. وقتی که میدونم توی مثلا یوتیوب یا چیزای دیگه میبینم که اینقدر من، حالا میرسیم اون سوالات، وقتی که رفته بودی مثلا ارمنستان یا تاجیکستان و تو رو مثل یک نمیدونم رئیس جمهور، مثل یک رئیس سازمان ملل متحد تحلیل گرفته بودی. جمهور ازش میترسن. اینو دوست دارم، اینو دوستش دارم، واقعا دوستش دارم. مرسی. رو دوست دارم، بیشون میدونه اندی رو من دوست دارم. خوش هست. ببین مهداد نیویورکی، یه چیزی من بهت بگم. بشر هرچی هم بی سواد و احمق بشه، ولی خداوند چند تا خاصیت بهش داره. یکی با چشمش زیبایی رو میبینه که اندی خیلی به سر خوشیافهیه. یکی هم با گوشش صدای خوب رو تشخیص میده. لازم نیست تو بری دانشگاه بگی اندی تو این صف هست، این تو این صف هست. تو فقط گوش میدی، خوشت میاد، نه لازم داره سواد داشته باشی، نه لازم داره دکتر باشی، نه لازم داره جراح پلاستیک باشی، نه لازم داره ملکه زیبایی باشی. این گوشت وقتی که صدای خوب رو میشنوه لذت میبری، و وقتی که لذت میبری از اون کسی که این صدا رو به تو میده خوشت میاد، خوشت میاد و عاشقش میشی. آره. میام چی بهت میگم؟
هر کاری هم بکنی اندی رو دوست دارم، تو هر کاری هم بکنی بری ایران دکتر مزاینی رو دوست دارم، چون من جیب هیچ کس رو خالی نکردم، کمکم کردم. و اندی که میخونه به اینا لذت میده. و من بهت بگم کنسرت میرن، نمیرن فقط برای صداش، برای که صداشو تو هر خوب تو اتومبیل من دائما دارم گوش میدم، میرن اندی رو ببینن، میگن ما باید بریم اندی رو ببینیم، این اندی که این چندین سال ما عاشقشیم، حالا باید بریم ببینیم، این مهمه. میفهمی منظورم اینه، تو وقتی که یک خاصیتی در ایجاد میشه و خودت سالها روش کار میکنی، این وقتی که بیرون میاد مردم میبینن. هی تو برو به مردم پول بده، بگو دکتر مزاری رو باید دوست داشته باشید، پولا رو میگیره میگه آره دوست دارم، ولی بعد میگه اونا پولا رو میگیرن نگیرن هم میگن دوست داریم دکتر. نه حالا یه کسی رو که دوست دارن پولم از بهشون ندی کدکشون هم بزنی میگه بابا دوستش دارم. من اینی میخواد، چون این قدرت خداوند به انسان داده، زیبایی رو میبینه، خوش‌صدایی، همینطور هم مهربونی رو میبینه. بله بله درست. چقدر اومدن تلویزیون باز کردن، واقعا دل من میسوزه، چقدر هم این بدبخت ها بعضی ها خدمت کردن ولی بستن، چون بر طرفدار پیدا نکردن. گوش میدی؟ این یه چیزیست که خداوند به اندی داده و بهتم بگم از تو خونه بهش داده، یعنی وقتی که جوان بوده اینا وارد سیستم بدنی شده، اون وقت هم خودش چون طالب بوده جستجو کرده که بهتر بکنه، اون وقت اندی به دنیا. حالا میبینی چقدر خوب هست که در اینترویو ما دکتر تشریف داره که اینا رو آنالایز میکنه. بله خیلی خوشحالم موندی، تا زجد کن خب عدی یه سیدی جدید همیشه یه سیدی شو من میده، من با کمال من دیویدی برای تلویزیون، ولی سیدی رو تو ماشه میبرم دوست دارم موزیک گوش کنم. خوشحالم که این همه موزیک رو دوست داری. خیلی صدایی تو خیلی موزیکات خیلی دوست دارم. حالا ایشالله که بذاریم مهتاب بیاد، مهتاب در حاله خیلی فرق کرد، خیلی معنیانه بهش احترام میذارم، اون موقع اصلا خوشم نمیومد از موزیکش، ولی الان خیلی خوب شده واقعا. امروز داشتم نگاه میکردم، شروع کردم رقصیدن با موزیکش. این آهنگای جدیدش که خیلی خیلی قشنگ درست کردی، آخه خودش هم درست میکنه، یعنی واقعا تالنت داره. بله خودش درست میکنه و خیلی هم صحنه ها رو خودش درست میکنه، بک‌گراند ها رو خودش درست میکنه. بله واقعا داره نشون میده استعداد داره. خیلی خوشحالم این سفر اصلا مهتاد تو قلب من جا گرفت. حالا ان شاءالله بیاد اینجا، بهش هم گفتم تا ممبرشیپ کلاب را نیفتاده کاری نکن. متوجه این هست که اصلا زیر ویدیوی لیلی نوشتیم هر کسی در زندگی خود یه لیلی داره، برای اینکه دیگه لیلی کلمش تبدیل شده به عشق، فقط یه اسم نیست. این اسمایی که انتخاب میکنیم اسمایی که تو مردم آشنایی داره. آشنایی داره. مردم با اونا فوری میتونن جذب کنن، آشنایی برایشون سخت نیست، برای همین راحت تره. وقتی که یه اسم رو میاره باید اون اسم رو تو لریکسش طوری بذاره که بتونه با موزیک بچرخونه. بله من یه چیزی دیگه این البته من میدونم چون که دوستان از دوستارانت هم میدونم، همه اینا رو میدونی، فقط میپرسی که مردم بدونم این سوالهای مردم رو ازت میکنه. بیشتر آهنگات رو خودت میسازی و اینا رو کجا ضبط میکنی؟ آره خب اوائل بیشتر آهنگ میساختم چون بی پول بودیم نمیتونستیم بخریم. آره حالا پول داریم میتونیم بخریم. اوائل بیشتر آهنگ میساختم برای اینکه بیشتر وقت داشتم و الان بیشتر با یه نسل جوانتری کار میکنیم، برای اینکه تو هر کاری جوانگرایی باید بشه، تو تنظیم، تو پروداکشن، تو آهنگسازی. و من هم در داخل ایران هم در خارج ایران با آهنگسازا و تنظیم کننده های جدیدتر و جوانتر کار میکنم، منتها خب با تجربه من با پرودوسینگ و پروداکشن من تبدیل میشه به همین سبکی که من سالها داشتم
و با سوپرویژن پاکسیما که هنوز با بهترین هاشو با من کار میکنه. و به همین خاطره که درسته که ما فنای 20-30 سال پیشمون نگه میداریم، ولی فنای جدید پیدا میکنیم، برای اینکه نسل جدید همیشه سبک خودشو میخواد و تناراش هم اینه که با جوان ها کار کنی، جوان گرایی بکنیم و خدا رو شکر تا الان کار کرده این سیستم. خیلی خوب بوده واقعا، چون آهنگایی که درست میکنی، خب چون خود منم آهنگ میسازم، میبینم که هر کدومیشون یه جوری آدم رو جذب میکنه دونه بدونه، خدا شکر، هم شعر هم آهنگ اینا. بعد خب خیلی مهمه که خواننده آهنگی رو بخونه که برای سبک خودش خوبه و مردم اینو از این خواننده انتظار داره، چون بعضیا ممکنه یه آهنگی رو انتخاب کنن، مثال میزنم، یه آهنگی هست برای مال یه خواننده دیگه، اسمش هم نمیارم، اینقدر برای اون خواننده موفق بود، یکی از بزرگترین آهنگای اون خواننده است، ولی این آهنگ رو برای من ساخته بودن و وقتی من این آهنگ رو گوش کردم به آهنگسازش گفتم که این آهنگ آهنگ هیتیه ولی سبک من نیست، این آهنگ رو بدیم به این خواننده، برای اون کار خواهد کرد و برای اون خواننده کار کرد و خیلی هم آهنگ بزرگ میشه. پس خواننده باید آهنگی رو انتخاب کنه که سبک خودش باشه، نه صرفا به خاطر اینکه آهنگ خوبیه و موفق خواهد بود. من فهم کنم که وقت آدم بخواد یه آهنگ رو بخونه، بعد خودش اول عاشق اون آهنگ بشه 100%. من اتفاق افتاده تا اینکه برام میفرستن دیگه این شعر آهنگ، میگم نه نیست، خوشم نمیاد، وقتی من خودم خوشم نمیاد چه جوری دیگران خوششون بیاد؟ 100%. آره، وقتی خودت عاشق اون آهنگ میشی بعد میتونی قشنگ اجراش کنی. آره، چون این آهنگ باید یه عمر اجرا کنی. درسته، اگه خوشت نیاد چه جوری، هر بار میخونی زجر. درست مثل این مثال منو میاره به اینجا که خیلی از آهنگای غمگینی که من ضبط کردم هیچ وقت تو کنسرت اجرا نمیکنم، برای اینکه اون برای یه زمان مخصوصی تو استودیو، برای یه زمانی بوده که تو غمگین بودی، اون آهنگو از دلت خوندی. مثلا آهنگی که برای مادرم خوندم که شعرشو فاکسیما نوشته، این آهنگو هیچ وقت نمیتونم اجرا کنم، چون موقعی که مادرم فوت کرد تو اون شرایط، قربونت، تو اون شرایط غمگین من اون آهنگو خوندمش. الان تو کنسرت خوشحال، سرحال، مردم خوشحال، نمیتونی اکت بکنی. درسته، چون خوانندگی هنر پیشگی نیست، خوانندگی باید اونجا احساس کنی اون آهنگ رو بخونی. و اگر اصلا گفتی خوانندگی، بذار من یه چیزی راجع به این موضوع برات بگم. خوانندگی اون چیزی که دوست داره، علاقه داره، به حد تمام نشون میده. هنر پیشگی اون چیزی هم که دوست نداره باید نشون بده، وگر پول بهش نمیدم، میگم تو باید این رو اجرا کنی، فیلم بازی میکنه، فیلم بازی میکنه. درسته، فرقش اینه، هر دو هنرمنده و هنر پیشگی برای همینه خیلی سختره، خیلی سخت. برای تو در خوانندگی چیزایی رو به حد اعلی میرسونی به ارزش خیلی بالا که خودت واقعا عاشقش باید بونر میشه، باید رولایی بازی کنه که اصلا دوست نداره. همه هم خوششانس نیستن. کلینت ایستوود خیلی شانس آورد وقتی رفت پیش جورج لئون، گود اند بد اند اگری، پیس فول دلار رو اینا رو بازی کرد، واقعا شانس بود. اگه بهش رول دیگه میدادن نمیدونست به اون خوبی بازی کنه. اینم هست، اینم هست.